دنیا واقعا با یک رویارویی جدی بین شیوه های دموکراتیک اداره جهان و شیوه های مافیایی و در واقع غیر دموکراتیک روبروست که هم تاکتیک هاشون فرق میکنه و هم استراتژیشون در دراز مدت فرق میکنه. ما که سیاست مدار نیستیم، بنابراین ما جز بررسی روانشناسی پدیده ها و رخدادهای سیاسی کار دیگه ای رو نمیتونیم انجام بدیم. فکر کردم که امروز بحثمون رو ببریم رو شیوه های به اصطلاح نفوذپذیری جامعه از دید روانشناسی اجتماعی. از بسیار قدیم روانشناسان و جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان علاقه داشتند که ببینند چطوری در یک جامعه یک فکر، یک حرکت، یک نوانس نفوذ میکنه در میان مردم. شیوه های این نفوذ چیه؟ سه مدل شناسایی شد که اهمیت داره ما یه خورده این مدل ها رو بشناسیم. شیوه اول همرنگی با جماعته. یعنی چی؟ در مثال هایی که میزنن اینه که اصلا اینو اومدن آزمایش کردن، دیدن که یه جایی توی خیابون هیچ خبری نیست، هیچ رخدادی اتفاق نیفتاده، 20-30 نفری که جز طرح یک آزمایش هستند، یک به اصطلاح پژوهش علمی هستند، این 20-30 نفر تعلیم داده شدند که بلا فاصله در خیابون به یه سمتی حرکت کنند و نوعی ترس یا نوعی گریز رو به نمایش بگذارن. 20-30 نفر اول که این کار رو میکردن دستیاران پژوهشگر بودن و اینا شروع کردن به حرکت و بعد متوجه شدن یک جمعیت انبوهی پشت اینا شروع میکنه به حرکت کردن و هر چقدر جمعیت عقبتر میره قصه هایی بیرون میاد راجع به که چرا به کجا دارن میرن. یعنی مثلا اگر 20-30 نفر اول هیچی نمیگفتن، 200-300 نفر اول گفتن فرض کنید یه انفجار رخ داده، یا 1000 نفر 2000 نفر بعدی گفتن که حمله شده به فلان جا، و به هر حال کم کم یه قصه ای به وجود اومد. پژوهشگر در یک نقطه به این نتیجه رسید که اکثریت مردم یک جامعه از بقیه تقلید می کنند. یعنی یک نوع همرنگی با جماعت به وجود میاد که قدرت خیلی زیادی داره و به نظر میرسه قدرتش به جایی میرسه که هیچ کس وای نمیسته از خودش سوال کنه من به کدوم چرا دارم میدوام، به کدوم طرف دارم میدوام. در اینجاست که میگن فرد فرمان ذهن و فرمان رفتار خودش رو به دست جمع داده. همرنگی با جماعت که یکی از شیوه های نفوذ در جمعیت. این شیوه سطحی، گسترشش سریه، خاموشیش هم سریه. یعنی لحظه‌ای که 200 نفر اول وای میستن و میگن هیچ خبری نبود بابا، بقیه جمعیت وای میستن و حرکت میخوابه. نوع دوم پاسخ به نفوذ اجتماعی از این
یه کمی عمیق‌تره و اسمش هست آیدنتیفیکیشن یا همانندسازی. همانندسازی به این معناست که معمولاً پشت همانندسازی یک نوع به اصطلاح پذیرش یا علاقه یک چهره سبب میشه که ما کارهایی بکنیم که شبیه اون بشه. من همیشه یادمه که فرض کنید 7-8 سالی بود که ملکه سابق ایران با پادشاه سابق ایران ازدواج کرده بود و ما به دلیل علاقه خانوادگی به فشم و املاک به اصطلاح خانواده مادری در فشم، خب تابستونامون خیلی اونجا میگذشت. ما یادمه که رفته بودیم فشم و داشتیم تو این کوچه های روستایی فشم حرکت میکردیم. اونجا مثلا تو کوچه پس کوچه هاش یه بقالی های کوچولو بود و اینا، بعد یه دونم آرایشگاه خیلی کوچولویی که سر پسرها رو با تیغ میزد و مثلا یه طرفش هم یه خانمی بود، خانم دخترها رو خانمها رو موهاشون رو درست میکرد. یه دونه از این سشوارا داشت اون تو دیگه، لابد آرایشگاه فشم اون موقع این بود. من روی شیشه این آرایشگاه دیدم نوشته بود میزامپلی مدل فرهی. اون موقع ملکه سابق ایران یه موش و یه جوری درست میکرد که به مدل فرهی معروف شده بود. بعد تو روستا هم یک فرض کن آرایشگر میدونه اینو که زنان روستا به دلیل این میل به همانندی علاقه دارن، به خاطر علاقه‌ای که به ملکشون دارن، علاقه دارن که موشون رو مدل اون درست کنن و از این یک استفاده تجاری میکنه. یا یه موقعی که فرض کن مدل گوگوشی مد شد، ما حدوداً هول و هوش همسن همیم، مدل گوگوشی مد شد، ما هم همه میگفتیم موامونو میخوایم گوگوشی بزنیم. هرچی مادرها میگفتن بابا این مدل انقدر مو چیه مثل کچلا و اینا، ولی ما میگفتیم نه مومونو میخوایم گوگوشی بزنیم. علاقه که با اون داشتیم خواستیم هرچی بیشتر شبیه او بشیم. خب این نوع همانندی مثل همانندی بچه هاست با خواننده هایی که دوست دارن، مثل همانندی بچه هاست با ورزشکارانی که دوست دارن. من دو سه روز پیش، حالا این نوه ما کلوی خیلی 7 سالش داره تازه میشه، خبر داد که میخواد به هیلر کلینتون رأی بده. حالا تو مدرسه به اینا اجازه میدن که رأی بدن، نظرشونو بدن و از این حرفا، نه رأی واقعی. و بعد به من گفتش که میدونی چرا؟ گفتم که نه. گفت به خاطر اینکه آدل، چون این آدل خیلی دوست داره، آدل گفته 100% به هیلری کلینتون رای میده، منم میخوام به هیلری کلینتون رای بدم. بنابراین اینا با آدل همانندی میکنن، حالا مدل موی آدل، آهنگای آدل، غذایی که آدل بخوره و غیره رو، نوعی نفوذ اجتماعی میشه روی این بچه ها. این نوع همانندی که آدم گاه با چهره های سیاسی میکنه، مثلا احتمالاً الان آقایونی که گرفتار دلگی های جنسی هستن یه همچه همانندی رو ممکنه با دونالد ترامپ بکنن یا در گذشته با بیل کلینتون. بنابراین این نوع پاسخ به نفوذ اجتماعی، همانندی، از همرنگی با جماعت عمیق‌تر یه ذره، دوامش هم بیشتره، مثل اون ناگهانی به وجود نمیاد، ناگهانی هم از بین نمیره، کما اینکه ما هنوزم گوگوشو دوست داریم. بنابراین این نوع دوم پاسخ به نفوذ اجتماعی بود. نوع سوم که
عمیق ترین نوع پاسخ به نفوذ اجتماعیه، عنوانش از اینترنالیزیشن یا درونی سازی. درونی سازی یا اینترنالیزیشن وقتی هست که شما اول یک کسی رو آیدیالایزد میکنید. خب اول شما یک کسی رو آیدیالایزد میکنید به عنوان فردی که شما همه جانبه قبولش دارید و فکر میکنید که روشش و منشش و گزینه‌هاش نوعی هست که شما آرزو داشتید باشه، و بعد با این فرد شما آیدیالایزد میکنید، یعنی نوعی از وجود او رو به درون خودتون میکشید و بخشی از هویت شما میشه و این هویت شما رو به کارهایی باز میداره، به کارهایی وادار میکنه و از کارهایی باز میداره. مثلا فرض کنید مثل اون عده از مسیحیانی که مادر ترزا رو درونی سازی کردن و فکر میکنند که اون مادر ترسای درونی اونها بهشون میگه ساده زندگی کن، بیشتر خدمت کن، متواضع باش و از زرق و برق زندگی فرار کن و با پایین ترین طبقه اجتماع مشهور بشو، نشست و برخاست کن. این نوع درونی سازی از عمیق ترین انواع نفوذ اجتماعی و معمولا بسیار زیاد اتفاق نمیفته. به همین دلیل هست که چهره هایی که افراد ازشون درونی سازی میکنن در تاریخ معمولا شناخته شده هستند. فرض کنید در ایران در میان چهره های سیاسی مصدق جزء چهره هایی بود که درونی سازی شده بود، امیر کبیر جزء چهره هایی بود که درونی سازی شده بود، برای ملی مذهبی ها مهندس مهدی بازرگان چهره ای بود که درونی سازی شده بود، برای رضا شاه که برای وطن پرستانی که به ترقی و پیشرفت ایران فکر می کردند و دنبال تجدد بودند، رضا شاه و اقدامات او یک نوع مدل الگو درونی سازی بود. به همین دلیل هم هست شما نگاه میکنید محصلینی رو که رضا شاه انتخاب میکنه و برای تحصیل به خارج از ایران میفرسته، تقریبا همشون در رشته های خودشون برای مملکتشون یک چهره ملی و یک چهره وطن پرست میشن. بنابراین این نوع درونی سازی از عمیق‌ترین نوع پاسخ به نفوذ اجتماعی، منتها گستردگیش به اندازه همرنگی با جماعت نیست. چرا من این سه نوع پاسخ به نفوذ اجتماعی رو الان مطرح کردم؟ به دلیل اینکه نقش بسیار مهمی در سمت و سو بخشیدن به حرکت‌های اجتماعی داره. فرض کنید یک نفر به نام گاندی در یک کشوری با اون همه به اصطلاح تفاوت‌های فرهنگی چه جور یک حرکت نرم استقلال طلبانه رو به وجود میاره و برعکسش هم فرض کنید در آلمان نازی چه نوع حرکت همرنگی با جماعت میتونه یک فاجعه شوم تاریخی رو به وجود بیاره. بنابراین ما هر قدر بتوانیم و مطبوعات آزاد نقش مهمی دارند در پیشگیری از این بت‌سازی های معیوب. چرا
مثلا فرض کنید من خودم یکی از کسانی هستم که هم رأی میدم، هم علاقه دارم، هم تحسین میکنم، هم فکر میکنم که وقتشه که خانم هیلاری کلینتون رئیس جمهور آمریکا بشه. اما اگر از من بپرسن از این مطالبی که میاد بیرون در روزنامه ها، تلویزیون و غیره، آیا ناراحتم؟ میگم نه. برای اینکه این شیوه ها محکم سازی نهادهای دموکراتیک، مطبوعات آزاد، سیستم چکن بلنس یا کنترل نهادهای مختلف، جدایی کامل قوه های سگانه، همه از نهادهای محکم سازی دموکراسی و اراده ملیه. شما فکر کنید الان مثلا یه ایمیلی به دستم رسید و دیدم رو اینترنت میچرخه که این آقای طوسی، قاری محبوب بیت رهبری، خب مثل که به تعداد زیادی از بچه هایی که میومدن قرآن بخونن، دست اندازی جنسی کرده. و جالب اینه که وقتی که ماجرا جلو میره، خود آقای طوسی میگه رهبر به آقای لاریجانی گفتن پرونده رو ببندید. این یعنی چی؟ یعنی مداخله یک فرد در سیستم قضایی. یا رهبر به مجلس گفتن آقا این دزدی احمدی نژاد اینقدر کشش ندین. دخالت رهبر در قوه مقننه یا مجریه. یا خود آقای خمینی که ریاست جمهوری آقای بنی صدر رو برخلاف رأی مردم باطل میکنه. بنابراین در چنین کشورهایی که یک فرد میتواند جلوی روشنگری های جمعی رو بگیره، اتفاقی که میفته اینه که استبداد ریشه دار میشه. استبداد خودش رو باز تولید میکنه. به همین دلیل که با تمام هزینه های عاطفی که خرج شرایط حساس و هیجانی میشه، هنوز این نظام آزادی بیان، آزادی مطبوعات، جدایی استقلال و جدایی سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه از به اصطلاح نهادهای تضمین کننده اراده اکثریت است. شما نگاه کنید ببینید مثلا در نظام روسیه به همت و به اصطلاح قدرت آقای پوتین، آقای پوتین تک تازی میکنه هر جوری که دلش میخواد. یا هفته پیش به شما گفتم وقتی که روانشناسی به استالین گفت شما گرفتار پارانویا هستید، آقای استالین واژه پارانویا رو از انسایکلوپدیا یا لغتنامه روسی حذف کرد. فقط بعد از مرگ او بود، در اواخر حکومت مسکه، اواسط حکومت آقای خروشچف، دوباره این واژه وارد لغتنامه شد، آنگونه که روانشناس روسی برا من میگفت در یک کنفرانس بین المللی. بنابراین این از پدیده هایی هست که حالا چرا هم استبداد نوع خاصی از شخصیت ها و نوع خاصی از افراد رو سلیقش میپذیره و دوست داره؟ معمولا استبداد رهبری های خودشیفته رو سبب میشه. من هفته گذشته راجب خودشیفتگی توضیح مفصلی دادم، دو نوع اون رو گفتم. چقدر هم شما مردم من مورد لطف قرار داده بودید، انقدر که من خجالت کشیدم و فکر کردم امروز بگم. اینها هی به من میگن که این مطالب شما چقدر روشنگه. اینا هیچ کدوم مطالب من نیست، اینا مطالعات منه. تمام این مطالب
خودشیفتگی، تقسیم بندی خودشیفتگی به خودشیفتگان سرمست و بیخبر یا ابلیویس و خودشیفتگان هایپر ویجلنت یا آسیب پذیر یا مچاله، این تمام مطالعات تو رشته روانشناسی هست، رشته منه و من وظیفه دارم اینها رو مطالعه کنم. حالا اگر به زبان فارسی، من تقریبا جز اولین کسانی بودم که من پس خودشیفتگی رو در ایران مطرح کردم و به اصطلاح واژه‌هاش رو رایج کردم، خب اون یه ذره امتیاز ممکنه به من برسه، ولی این مطالب تو رشته ما هست. اگر ما مطالبی که تو رشته خودمونم هست مطالعه نکنیم، که دیگه به قول اون موقع ها مادر من از هر کسی که خوشش نمیمد میگفت به درد لای جرز میخوره. من سالها نمیدونستم لای جرز یعنی چی. بعد شنیده بودم که در حملاتی که به ایران شده بود، یکی از متدهای شکنجه و نابودی افراد این بود که آدم ها رو بین دیوار میذاشتن و گل میگرفتن تا این اون تو حالا به درد لای جرز میخوره. مثل که یعنی این، حالا ما مگه رشته خودمون رو مطالعه نکنیم که به درد همون لای جرز میخوریم. بنابراین این چرا استبداد همیشه دنبال انسانهای خودشیفته به خصوص از نوع ابلویس میگرده، به دلیل اینکه اینها به طور طبیعی، مثل جانی بلفتره، اینا به طور طبیعی از انتقاد بدشون میاد، بنابراین در رأس قدرت هر کی انتقادشون کنه نابود میکنن، نظام دوام پیدا میکنه، بعد بقیه رو تحقیر میکنن و از خودشون یک چهره مافوق بشر میسازن. یادم هست که یک بار به فروید گفته بودند که آیا حاضر هیتلر رو انالیز کنه، گفته بود به شرط اینکه انقدر متواضع باشه که بیاد روی مبل روانکاوی من بخوابه بدون اینکه حرفی بزنه. بنابراین از اون بابت هم اینها حرف آخر رو میزنن. و بعد یک ویژگی دیگه اینها اینه که با وجود اینکه در درونشون مثل گردوی پوک مغزش انقدر پوستش کلفته، برای اونایی که این پوست رو میبینن کاریزماتیک به نظر میرسن، جذاب به نظر میرسن. در پرتو این اولدورم بلدورم های اینا، اونا احساس قدرت میکنن، مثل موقعی که بچه با مادر پدرش که خیلی اولدورم بلدورم میکنن جلو دوستاش احساس قدرت میکنه. مثلا پسر بچه 3 ساله وقتی دوستش حلش میده میگه صبر کن برم به بابام بگم بیاد فوت کنه خونتون دود شه، یا بابام اگر فوت کنه شما همتون میمیرین. این یه آیدیالیزیشن کودکانه است، توهمی است از قدرت در بُت خودش که این توهم قدرت در او به این آرامش میبخشه.